درود و وقت بخیر عرض میکنم به همه دوستان و همکاران عزیز. امیدوارم که حال یکایک که شما عزیزان خوب باشه. امروز شنبه 25 مای بنده هاشم رضایی هستم و در جلسه امروز با موضوع کودک آزاری و تبعات اون در خدمت شما هستم. مهمان عزیز جلسه امروز ما سرکار خانم دکتر میترا بابک، روانکاو و پژوهشگر هستند که همه ما با ایشون آشنا هستیم و برنامه‌هاشون رو قبلا به دفعات از تلویزیون‌های مختلف دیدیم. سپاسگزار هستم از شما دکتر میترا بابک گرامی که امروز دعوت ما رو قبول کردید و در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز من عرض می‌کنم خدمت دوستان که توی کشورمون ایران در سال‌های اخیر موارد متعدد آزار و شکنجه توسط پدر و مادرها اتفاق افتاده که متاسفانه در چند مورد هم به مرگ منجر شده. همین دیروز ما شاهد یک خبر بسیار دردناکی از شهرستان تالش بودیم که دانش آموز 13 ساله به نام رومینا به دست پدرش توی خواب به طرز فجیع به قتل رسید. بر اساس آمارها کودک آزاری در میون خشونت‌های خانگی توی ایران رتبه نخست رو داره. جلسه امروز رو با این پرسش از سرکار خانم دکتر میترا بابک آغاز میکنیم که چه رفتارهای مصادیق کودک آزاری هست و تبعات اون در جامعه چی هست. من میکروفون رو آزاد میکنم خانم دکتر بابک و صدای شما رو میشنویم و در خدمت شما هستیم. بفرمایید لطفا. با فراوان به تکرار شما سپاس از دعوتی که از من کردید. مسئله خیلی خیلی مهم مسئله کودک‌آزاریه که میدونیم در جهان در گذشته بیداد میکرد، ولی خوشبختانه در کشورهای دموکراتیک و دموکراسی روز به روز ما داریم میبینیم که حقوق کودک داره بیشتر و بیشتر میشه و توجه سازمان بهداشت و بهزیستی، قانون، دنیای روانشناسی روز به روز داره توجهش رو بیشتر میکنه. ولی متاسفانه در کشور ما که فوکوس ما در مورد کشور خودمون هست این مورد بیداد داره میکنه، مخصوصا در 41 سال واقعا به اوج خودش کودک آزاری رسیده که ما انواع و اقسام کودک آزاری رو که میدونین داریم. خیلی کوتاه فقط من نمیدونم چند دقیقه وقت دارم، ولی خیلی کوتاه میدونیم که مسئله حقوق کودکان برمیگرده به تنبیه کودکان در خانه که یکی از معضلات بسیار جدی روحی روانی کودک که حالا بیشتر در موردش توضیح میدم. کودکان کار ما دارن واقعا بیداد میکنه این فاجعه در کشور ما که این بزرگی که دیگه از بزرگترین آزارهای کودک آزاریه، همینطور ازدواجهای کودکان متاسفانه که چقدر داره در دختران مخصوصا. الان من فقط لیست میکنم و بعد اگر که امکانش هست من یه مقدار توضیحات بیشتری بدم برای اینکه خیلی مهمه. همچنین مجازاتی که در مورد کودکان در کشور ما شکل میگیره، آن قانون ناعادلانه‌ای که در کشور ما هست در مورد مجازات و اعدام کودکان و خشونت‌هایی که علیه کودکان میشه و چگونه پدر و ولی چقدر هنوز حق و حقوق داره و همطور استفاده‌های خیلی وحشتناکی که در جهان ما میبینیم که از کودکان چقدر استفاده شد و در ایران هم که میدونیم در زمان جنگ ایران و عراق چقدر از کودکان ما رو استفاده واقعا نابرابرانه و ناجوان مردانه ازش کردن و این بچه های معصوم رو فرستادن برای مینها و یک کلید بهشون دادن. و در جهان هم که در کشورهای مثل ویتنام، کمبودیا یا کشورهای متفاوت آفریقا ما این فاجعه رو داریم میبینیم که کودک یا فلسطین حتی چقدر از کودک استفاده های جاسوسی و استفاده های متفاوت شد. به هر حال این یک لیستی بود از کودک آزاری به طور کلی و مخصوصا در کشور خود ما. اما مسئله خیلی مهم مسئله خانه است در درجه اول. خیلی خلاصه بار گفتم، ولی مسئله سال اولتون به نظر من برگردیم به سوی خانه، برای اینکه من همیشه
مسائل رو بسیار ریشه‌ای نگاه میکنم و میدونیم که کودک، کودک درون ما و کودک ما خواسته به دنیا نمیاد، ناخواسته به دنیا میاد و این خانه و خانواده است که کودک رو شکل میده. و طبیعتا خانه و خانواده ربط داره، هر فردی از خانه و خانواده ربط داره به مسائل فرهنگیش، دینی و عقیدتیش و اجتماعی و سیاسیش، چون هر فردی از همه این زوایا شکل میگیره و جامعه ای که درونش بیدادگری و مخصوصا قانون و قوانینی که درونش بیدادگری باشه و نادیده گرفتن حقوق کودک باشه، طبیعتا دست باز میکنه برای کودک آزاری بسیار بیشتر و در بسیاری از موارد در عقاید دینی و مذهبی و یا سیاسی و اجتماعی و همچنین عرفی و سنتی می‌بینیم که چقدر ولی و پدر و مادر و نه فقط پدر و مادر، بزرگترهای خانواده چقدر حق دارن که کودک رو تنبیه کنند به خاطر اینکه کودک به فرض اشتباهی کرده و یا شیطونی کرده. اینه که این بیدادگری متاسفانه نهادینه میشه در فرهنگ خانه به خاطر فرهنگ بیرون از خانه. در کشوری که کشور خودمون کشور ایران میدونیم که در 41 سال اخیر خانه، فرهنگ خانه با فرهنگ بیرون و مدرسه و جامعه و سیاست شد دو فرهنگ و بچه ها بسیار کانفیوز و گیج و گمگشته شدند. حال این در پرانتز بمونه که اگر فرصت داشتیم بعدم در موردش بیشتر صحبت میکنم، ولی مسئله خیلی مهم آموزش خانه و خانه و خانواده است. پدر مادرها متاسفانه طبق سنت گذشته های خودشون هنوز هم باور دارند که کودک، فرزند باید کتک بخوره تا آدم بشه، در صورتی که وقتی ما از نظر روانشناسی به این کودکی که کودک درونش بسیار بسیار رنجیده خاطر و آزرده خاطر و آسیب دیده است که حال به عنوان پدر خانواده و یا فرد بالغ جامعه و یا مادر خانواده قرار گرفته، میبینیم که اون آسیب های کودک تنبیه شده رو چقدر درون این مادر و یا پدر میبینیم و متاسفانه میشنویم بسیار زیاد شنیدیم که من اگر کتک نخورده بودم آدم نمی شدم. مثلا من یادمه که یه کاپلی داشتم که خانمشون انگلیسی بود، خودشون پروفسور بودن و می گفتش که به من توی جلسه که من خودم اگر که پدرم رو زود دست دادم تو خانه عموم بزرگ شدم و عموم اگر کتکم نمی زد الان میوه فروش شده بودم. خب این نهایت درد و رنج بود که یک پروفسور که اتفاقا در پوزیشن های خیلی بالایی هم داشت، به خاطر کانفیدنشیالیتی نمیگم کجا، ولی دردناک بود برای من این صدا که یک مرد تحصیل کرده، پروفسور، چرمن یک سازمان جهانی، هنوز یه همچین عقیده‌ای داره که اگر عموش کتکش نزده بود، دندش رو نشکسته بود، الان میوه فروش شده بود. اولا با احترام به تمام میوه فروش‌ها و دست فروش‌های عزیزمون که هیچ کار شرافتمندانه عیب نیست، ولی پوینت من مسئله اینجا درک و شعور و داناییه که حتی، چون من همیشه گفتم شعور، عقل، درایت و خرد به مدرک نیست، به یک ورقه نیست و انسان در هر شرایطی میتونه تغییرات عقلی و فکری به خودش بده، یعنی یک دوباره سازی فرهنگی رو به خودش بده. برگردیم سراغ سوالتون، میبینیم که درون خانه متاسفانه ما هنوز گرفت، حتی نسل جدید، یعنی پدر مادر 20 ساله 25 ساله که من باهاشون تراپی میکنم، چون با همه دنیا اصولا تراپی میکنم، دردناک برای من، مخصوصا درون ایران که میبینم هنوز با بچهشون بسیار بدرفتاری میکنم. حتی در همین لندن ها و بارها در فروشگاه، با اینکه میدونین در کشورهای غربی جرم حساب میشه، یعنی من اگر اون لحظه‌ای که دیدم اگر تلفن کنم به پلیس، پلیس میاد و دستگیر میکنه،
پدر مادر رو اگر خشونتی وارد کرده باشن، چه در خانه خودشون، همسایه سریع میتونه تلفن کنه به پلیس و چه در بیرون. و من بارها در فروشگاه دیدم عزیزایی که از میدلیست بودن، لبنانی، نه ببخشید سوریه‌ای، عراقی که عصبانی بود، مادر بسیار جوان یادمه که چقدر عصبانی بود، دو سه تا خانوم بودن با هم، با سه چهار تا بچه که یه دفعه توی فروشگاه داد کشید سر بچهش و بچهش چقدر ترسید، چقدر خجالت کشید که من نتونستم خودم رو کنترل کنم و رفتم، چون به این زبون ها هم صحبت میکنم، رفتم با نهایت مهربانی بهش گفتم عزیزم میدونم که داغونی، میدونم که وقت ازدواجت نبود چون خیلی جوان بود و تو رو شوهر دادند، نه کالای مادری بودی و هستی نه کالای همسری، ولی شوهرت دادند. یه دفعه بهم نگاه کرد، تعجب کرد از اینکه اینقدر احساس درونش رو دارم بهش بیان میکنم و بهش گفتم تو میدونی وقتی اینجوری داد میکشی تو چه بلایی سر این بچت میاری، میدونم که چقدر این دادها سر تو زده شده، اما حال به عنوان یک بانویی که مادر شده، حالا وقت این هست که تکرار نکنیم رفتارهای زشت و غلط پدر و مادرامونو. یه دفعه زد زیر گریه، یا چون خودشون رو قربانی میبینن و هستند، متاسفانه ناخودآگاه و ناآگاهانه بچه های خودشون رو هم قربانی میکنند. من همیشه یکی از کوتام اینه که میگم همه ما از کاخ تا کوه، از غنی تا فقیر قربانی هستیم. یعنی به نظر من تمام انسان های این کره زمین همه به نوعی قربانی شدند. اما زمانی که بالغ میشیم، یک انسان بالغ حق نداره خودش رو تو دنیای قربانی بودنش نگه داره. اگر خودش رو تو دنیای قربانی بودن یا مرداب قربانی بودن خودش نگاه داره، خود بزرگترین دشمن خوده. ضمناً قربانی حق نداره قربانی تحویل بده. ولی متاسفانه در کشور ما و در کشورهای جهان سوم ما بی نهایت میبینیم هنوز که هنوز قربانی تحویل میده و این قربانی تحویل دادن هاست که جامعه ما رو یک جامعه بیمار تحویل داده. جامعه ما در کشور ایران یک جامعه بسیار بیمار و گمگشته و ناامید و بی انگیزه است. و حالا این بحث دیگه است که باید در موردش در یک جای دیگه صحبت کنیم در موردش. اما در برگردیم سراغ کودک آزاری، کودکی که از کودکی، ببینیم جنین از دوره حاملگی مادر احساسات مادر و صداهای مختلف رو میشنوه و ضبط میکنه و همچنین مغز کودک، 70% مغز جنین بخش سکشوالشه که داره رشد میکنه و کودک وقتی که به دنیا میاد، وارد یک دنیای تازه شده، احساسات مختلف رو شروع میکنه. یعنی اوتیستیک کودک وقتی به دنیا میاد، اما کم 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 چشماش بهتر میبینه، گوشهاش بهتر میشنوه، احساسش ولی همیشه همچنان قوی هست و احساس کودک در برابر عقل کودک قوی تره. و همین دلیله که سن قانونی رو کردم 18 سال، برای اینکه دوره رشد کودک و نوجوان تا برسه به 18 سال که مغزش دیولپ بکنه و شکل بگیره و کودک احساساتش بسیار به راحتی جریحه‌دار میشه. احساسات متفاوتش، عواطف متفاوتش جریحه‌دار میشه. به همین دلیله که با کودک باید با مراعات بسیار زیادی رفتار کرد و کودک رو اگر خجالت زدش بکنیم، اگر دعواش بکنیم، حتی بدون کتک بدنی با صدای بلند. ببینید کودک وقتی که هنوز تازه به دنیا اومده با صداهای مثلا یک کف اینجوری بزنی، کودک یه جهشی از خودش نشون میده. پس صداها و خیلی خیلی مهمه برای کودک. این صداها رو اگر ما مراقب نباشیم و سر کودکمون فریاد بزنیم، مخصوصا مادر چون افسردگی بعد از زایمان اصولا میگیرن، ممکنه که از کودکش منزجر بشه توی دوره خیلی موقت البته.
و یا اختلافات زناشویی و خانواده باعث بشه که مادر عصبانی بشه، گریه کنه در کنار افسردگی بعد از زایمان، و ممکنه که آی کانتاکت و تماس چشمیشو با کودکش برداره و با کودکش دعوا کنه. و مادر نادان حتی بارها دیدیم با بچه خودش، با شیرخواره خودش بدرفتاری میکنه چون با شوهرش عصبانی بوده یا با خانواده شوهرش عصبانی. اینا همه تو روحیه کودک شدیداً تأثیر میذاره و دقیقاً حقوق واقعی و حقیقی کودک که داشتن مهر و عشق و محبت از پدر و مادر، چون صدای پدر را هم کودک در زمان جنینی میشنوه. حال فکر کنیم که این کودک، این جنین در زمان دوران حاملگی اگر صدای لطف و لطافت پدر و مادر، عشق و مهر پدر و مادر و یا اعضای اون خانواده رو بشنوه، به اضافه آرامش مادر، موسیقی آروم، شما ببینید چقدر تأثیر میذاره تو رشد و نمو به اون جنین. و وقتی هم که به دنیا میاد متفاوت تر به دنیا میاد. ما بارها دیدیم و شنیدیم که کودکان غربی چقدر رفتارشون عاقلانه تره، چقدر آروم ترن، در صورتی که کودکای شرقی همش گریه میکنن، بد خلقی میکنن، بد رفتاری میکنن. این دقیقاً برمیگرده به دوران حاملگی و رفتاری که پدر مادر از دوران جنینی و بعدش با کودک رفتار میکنن. دیدین مثلا اگر که شما دو تا بچه رو، یه بچه شرقی رو، حالا فکر کنیم ایران، یه بچه ایرانی رو با یه بچه همسن 2 ساله فرض کنیم ببریم توی آرشگاه، نشوندیم توی آرشگاه، آرشگاه میخواد ما این دوتا رو بزنه، بچه 2 ساله غربی راحت نشسته بازی هم میکنه، حرف هم میزنه و قشنگ تو آینه هم به راحتی خودشو میبینه و آرشگر به راحتی ما این بچه رو کوتاه میکنه. حال در اون صندلی بعد میبینیم یه بچه یه شرقی نشسته، مادر پاهاشو گرفته، بابا دستاشو گرفته، یکی هم صورتشو سفت و محکم گرفته که این سرشو نگه داره و آرشگر بینوا هم حالا میخواد با اون قیچی که برای کودک بسیار ترسناکه، فکر میکنه پس اگر پدر مادرش این چنین دست و پای اینو گرفتن و دارن زجرش میدن، الان اون آرشگاه حتما میخواد بلای سر این کودک بیاره. شما نگاه کنین دو کودک همسن به خاطر رفتار متفاوت تربیتی چقدر احساساتشون متفاوته، در صورتی که کودک بسیار معصوم به دنیا میاد، مسئله غریزه خیلی متفاوته، یعنی ذات خیلی فعالیت روانشناسی ذاتی نداره کودک، ما یه سری ارث ها و ژن ها داریم، اما اینی که این بچه اصلا ذاتش خرابه، این اصلا این بچه اصلا لنگی همون بابا و عمه و دایی و خاله و عمه حقیقت نداره. در اصل موضوع اساسی رفتار دوران جنینی و بعد از تولد کودک انقدر وحشت زده میشه. این فقط یک مثال بود که بحثم راحت‌تر بتونم به نوعی تفهیم بکنم، یعنی متوجه میشیم که رفتار خانه و درون خانه چقدر مهم و موثره. اما وقتی این رفتار حقوق کودک رو نادیده بگیریم درون خانه و بعد این کودک وارد مدرسه جامعه میشه که مدرسه است، وقتی وارد مدرسه میشه درون ایران، کودکی که از ناظم باید کتک بخوره، از معلم باید خشونت ببینه و یا کتک بخوره، تنبیه دائما، تنبیه پشت تنبیه، دیگه چیزی از این کودک و بعد نوجوانی که وارد دبیرستان شده و دقیقا همون رفتارهای بسیار زشت و نابرابر که هیچ کدوم از این مراحل عمر این کودک از حقوق کودکی و نوجوانی خودش بهره‌ای نبرده، ما چطور میتونیم از این کودک و نوجوانی که حال جوان شده و انسان بالغ شده ازش یک انسان سالم توقع داشته باشیم؟ طبیعتاً نمیتونی یک انسان سالم باشه. همونطور که میدونید من دائما ریسرچ میکنم در مورد فرهنگ‌های مختلف و یکی از تخصصام هم سایکوسکشوال تراپیه و معضلات متفاوت فرهنگی، دینی، عقیدتی، سیاسی جوامع مختلف و من جمله جامعه خودمون در ایران رو دائما در حال ریسرچ و مطالعه هستم. میبینیم که جوانای ما چقدر گمگشته هستن.
اینا همه بر میگرده به اون درون خانه. من خیلی دارم طولانی صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، میدونم لطف کردید به من وقت دادید ولی نمیخوام حوصله شما رو سر ببرم، ولی فکر میکنم به هر حال مهم بود که ریشه رو یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم. حالا البته خیلی سطحی صحبت کردم، اما بریم سراغ بیرون. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. بریم سراغ بیرون از خانه. حالا فرض بکنیم که این کودکی که درون خانه مقایسه رو دید، شنید، تنبیه رو دید، شنید. ببین ما در فرهنگ ما فرهنگ مقایسه رو شدیداً داریم. فرهنگ تنبیه رو به جای تشویق داریم. یعنی هنوز که هنوزه، چون حالا یه پرانتز بگم، ما فرهنگ پرفکشنیستی و یا کمال پرستیمون رو بسیار غنی نگه داشتیم، در صورتی که یکی از فقرهای فرهنگیه، یکی از بیماریهای فرهنگیه. هیچ انسانی پرفکت و یا کامل نیست، اما پدر و مادر معمولا از بچهشون یک فرزند کامل توقع دارن. متاسفانه این فرزند کامل میشه یک فرزند بیمار در آینده، که بعد میشه پدر و مادر بیمار در آینده. دنیای پرفکشنیستی دنیای بیماریه، ولی در فرهنگ ما براش دست میزنن و خیلی لذت میبرن از اینی که فکر میکنن کارشون درسته. و کودکی که از کودکی داره مقایسه میشه، کودکی که داره تحمیل میشه، کودکی که یه دفعه بچه 4-5 ساله 6 ساله رو کلاس‌های مختلف میذارنش، ورزش‌های مختلف میذارنش، بعد میگه من اگه نتونستم حالا دیگه برای بچه‌ام میخوام سنگ تموم بذارم. حالا این فرزندی که تواناییش رو ما ندیدیم هنوز، شاید پدر یا مادر هنوز توانایی بچه‌شون رو متوجه نشدند، اما بیش از حد توقعشون رو و کمبودهای خودشون رو که به اون چیزهایی که میخواستن نرسیدن رو حالا میخوان روی این کودک بی‌نوا خالی کنن و پوزشم به بیرون خیلی میدن که بچه‌مو کلاس این گذاشتم، کلاس اون گذاشتم، کلاس اون گذاشتم. حالا فراموشم نکنید که تمام اینا رو هم داره پرونده میکنه، از همون کودکی به رخ فرزند میکشه. ببین صحبتایی که من دارم میکنم دقیقاً نابود کردن حقوق کودک ها، حواسمون باشه. ما داریم در مورد حقوق بشر و در جز در مورد حقوق کودک صحبت میکنیم. و من میخوام از خانه دارم صحبت میکنم که من پدر و مادر چقدر نادانسته حقوق حقیقی و واقعی کودک رو نمیدانیم و فکر میکنیم چقدر داریم حقوق میدیم به کودکمون. متاسفانه در صورتی که داریم فقط و فقط ضربه های روحی بسیار زیادی به کودکمون میزنیم. بذاری یه مثال از یکی از کلاینتان براتون بگم، از مراجعینم. یه خانم دنتیست 47-48 ساله بودن که هنوزم ازدواج نکرده بودن و به اندازه خودشون زیبا بودن، تحصیل کرده، مطب خودشون رو داشتن. و توی صحبتشون توی جلساتمون من متوجه شدم، من هر سال یادتون باشه که من سمینار هفتگی داشتم برای 15 سال به زبانهای مختلف در سازمان بهداشت و بهسیستی یه سرویس درست کردم، اسمم فامیلی کانسل سرویس، به 4 زبان. و بعدش هم ساندیا رو به فارسی، به خاطر اینکه از شهرهای مختلف مردم و کشورهای مختلف دوست داشتن شرکت کنن کردیمش یک شنبه ها که همه بتونن شرکت کنن، دیگه ربطی به منطقه و یا سازمان بهداشت و بهسیستی نداشته باشه. و اون دیگه هفتگی بود که فکر نمی کنم تا به حال هیچ کس، هیچ روانشناسی هفتگی سمینار نذاشته. ولی من فکر کردم و میدانم که مثلا 10 جلسه حتی سمینار یا ورکشاپ‌های 2 روزه یا حتی 16 جلسه‌ای هم فایده نداره، برای اینکه ما یک زمینه‌های بسیار بسیار آسیب خورده داریم. به همین دلیل هفتگیش کردم و این بانو هم تو اون جلسات شرکت کرد و سال 1 بارم من می بردم سمینار رو برای ویکند یکی از شهرهای بریتانیا که اونجا زیر یک سقف حال این عریبه های آشنا در کنار فرزندانشون در یک هتل خوب باشن، دو سمینار هم داشته باشیم و دوتا هم تلنشوی شب
که موسیقی رو برقصن و خوش بگذرونن و در کنارش هم تلنتشون رو ببینیم. میدونی که تو اینستاگرام هم من تلنشو دارم و این بانو هم شرکت کرد و اونجا متوجه شدم توی سمینار که روز صبحاش داشتیم چشماش پر عشق شد در مورد تلنت و گفت من پیانو میزدم در کودکی و سالهاست که دیگه پیانو نمیزنم. و ما خیلی تعجب کردیم که چرا نمیزنی و گفت به خاطر اینکه پدر من اجبار میکرد. خیلی پیانو دوست داشتم در کودکی ولی دو کار خیلی اشتباه پدر من کرد. یک، به خاطر اینکه مادرم طلاق خواست، پدرم از من در کودکی خواست که برم بر علیه مادر به دروغ شهادت بدم در دادگاه که مادر خیانت کرد، در صورتی که مادر من خیانت نکرده بود. این در زمان قبل از انقلاب البته این قصه. و پدر من حضانت بچه‌رم به عهده گرفت. من در کنار پدرم بزرگ شدم و محروم شدم از مادر. و بعد پدر دکتر متخصص من دائما در حال پوز دادن من بود و بل اجبار به من میگفت باید پیانو یاد بگیری، باید بخونی. من هم صدای خوبی داشتم هم پیانو خوب میزدم، ولی چون به های رو به در خجالتی بودن من رفتار برخورد میکرد و هر مهمانی که میداد برای اینکه پوز بده منو صدا میکرد با صدای بلند و منم با ترس و وحشت میرفتم چون شدیدن ازش میترسیدم. و اونجا باید بل اجبار هم میخوندم و هم پیانو میزدم. و همین دلیل یه ذره که بزرگتر شدم دست از پیانو کشیدم، دست از خواندن کشیدم. شما نگاه کنین در همین موضوع چقدر مسئله اجخاف به کودک و نداشتن حقوق کودک رو ما در همین مثال میبینیم. کودک آزاری همین است. شما الان دارم در مورد کودک آزاری صحبت میکنم. حال بریم کودک آزاری بسیار خطرناک و وحشتناک روحی روانی که داریم صحبتشو میکنیم و فیزیکی. پدر مادر به راحتی حق به خودشون میدن که کودکشون رو کتک فیزیکی بزنند. کودکی که کتک میخوره چه در ملأ عام و چه در خانه، چه در مقابل خواهر و برادر و فامیل خودش، چه در تنها، کودک هم از نظر روانی کتک میخوره با تهدید، مقایسه و تنبیه و هم فیزیکی شدیداً آسیب میخوره. ما یه آسیب خیلی وحشتناک دیگه کودک آزاری جنسی داریم. پس کودک آزاری جسمی، روحی روانی و جنسی. این ستا بیداد میکنه روی شخصیت کودک. کودک رو واقعاً به معنای واقعی آسیب روانی بهش میزنه. همین دیروز یکی از من میدونین که گفتم به مردم که با ویس برای من کوتاه در واتساپ کنند. 41 سالمه، 4 تا بچه دارم. تو جنگ کشته شد در خانه عمو با سختی و با حقارت بزرگ شدم. حال خودم پدر شدم و در شهر دیگه زندگی میکنم. اما در 15 سالگی ولی نگفتم کی، کسی در اون شهر به من آسیب جنسی زد، به من تجاوز جنسی داد. و حال هنوز که برمیگردم به اون شهر متولد خودم نمیتونم تحمل کنم و بارها و بارها نقشه کشتن اون فرد رو کشیدن. شما نگاه کنید مرد 41 ساله ای که 4 تا فرزند خودش داره با آسیب جنسی چقدر این پدر داغون شده است. یعنی از کودکی که پدر فوت کرد و رفت، کشته شد و رفت و بعد این چنین بزرگ شد و بعد آسیب جنسی چقدر این کودک درون این مرد 41 ساله رو هنوز خشمگین، پر از حس انتقام، وحشت نگاه داشته. پس کودک آزاری به انواع مختلفش هم که نگاه کنیم یک موزل و مصیبت بسیار بسیار جدیه که ما در هر گوشه و کناری که میبینیم باید جلوگیری بکنیم از این قضایا.
و همچنین به عنوان یک وظیفه انسانی اخلاقی. و اگر احیانا خودمون در خانه خودمون با فرزند خودمون رفتار اینچنینی، حتی کوچکترین رفتار خشونت و یا بی‌حرمتی و بی‌احترامی، حتی ببینید حتی بی‌احترامی کردن به کودک میشه حقوق کودک، نادیده گرفتن حقوق کودک. کودکی که با احترام، ببینید خیلی فرق میکنه از لوس کردن کودک، چون بعضی الان ممکنه فکر کنن که ای بابا ما اگر اینقدر بخوایم هوای بچه رو این چنین داشته باشیم که خب بچه لوس میشه دیگه، حرف ما رو گوش نمی کنه. باور کنید که کودکی که با حرمت و احترام و تشویق بزرگ میشه، اولا که به پدر مادرش دقیقا احترام میذاره، چون احترام رو کسب کرده. ما رفتارهای مختلف رو اکتساب میکنیم. تمام بیماری هایی که یا رفتارهایی که ممکنه چند درصدی بین 3 تا 7 تا 10% ممکنه ژنتیکی ارثی باشه، باقیش اکتسابیه. کودکی که نافرمانی میکنه دقیقا به خاطر اینه که پدر یا مادر با نافرمانی و تحمیل و رفتارهای غیر اخلاقی و غیر اصولی باش رفتار کردن. به همین دلیل همونو تحویل میده، یه خورده که بزرگتر بشه یا در همون کودکی تحویل پدر مادر میده. ما تو تربیت فرزندمون بسیار رفتارهای غیر اصولی میکنیم. مثلا کودک وقتی داره فوش میده و چون کودک با بامزه است، هممون قهقه میخندیم، چقدر بامزه فوشای بهتر و بیشتری هم بهش یاد میدیم. یا یه دفعه توی جمعی که همه نشستن، کودک رو میکنیم دلغک اون خانواده و رفتارهای خیلی خیلی، رفتارهایی که ممکنه کودک هم 90% یا 95% کودک اصلا دوست نداره، ولی چون 4 تا بزرگتر میخوان بخندن، پدر یا مادر نادان شروع کردن به مسخره کردن بچه و بچه رو شدیداً آزار میدن. بچه اونجا لبخند میزنه ولی زهرخنده، ولی در اصل داره پر از خشم و کینه و انزجار از همون پدر مادر میشه که منو مضحکه کردین و دارین میخندین. اینا همه مسائل خیلی خیلی مهمه که باید خیلی جدی بگیریم. برگردیم به رفتار صحیح کودک، تربیت کودک در خانه، چون حقوق کودک از خانه طبیعتا شروع میشه، اینه که رعایت احترام به کودک رو داشته باشه. من اصلا منظورم این نیست که کودک رو لوس بکنیم. احترام به کودک میشه احترام به بزرگتر. یعنی کودک وقت ببین کودک اکتساب میکنه. حتی کودکی که ژنتیکی و ارثی، ممکنه که خلق و خوی مقدار ژنتیکی و ارثیه، دیپریشن ارثی و ژنتیکیه و انواع اقسام بیماری های حتی وسواس، اضطراب، اینا میتونه درصد خفیفش ژنتیکی و ارثی باشه. ولی مسئله بسیار مهمتر اکتسابه. به فرض مادری که دائما خودش مضطربه یا از حیوان میترسه، ما لطفا یادتون باشه حتما در مورد حیوان آزاری هم باید صحبت بکنیم. میدونی که یکی از کمپینای من کمپین حمایت از حیوانات هم هست. متاسفانه فرض کنیم مادر یا پدر، فرق نمیکنه، کودکش دست کودکش در دستشه و یا کودک در بغلشه و یک گربه یا یک حیوان و یا مخصوصا سگ که در اسلام متاسفانه و نابرابر و ناجوان مردانه این یار و بهتری یار و رفیق و این فرشته روی زمین که سگ هست رو متاسفانه میبینیم که حرام و نجس اعلام کرد و این توی فرهنگ ما نهادینه شد، ترس از سگ. حتی میخوایم فوش بدیم سگ رو مثال میزنیم و بعد بسیار ناخوشایند حرفای زشت در مورد سگ میزنیم. اما فرض کنیم که یک حیوان از بغل مادر یا پدر رد میشه و اگر مادر یک دفعه جیغ بکشه، حالا کودکی که اصلاً چون تو ذات کودک نیست که از حیوان بترسه، کودک 15 ماه اولش
خیلی داره. اگه دقت کنید به همه چی دست میزنه، از هیچ چی نمیترسه. این از اعتماد به نفس کودک میاد و بعد تا 3 سالگی حرمت نفسشه، احترام به نفسشه. اینجاست که 3 سال اول 30% شخصیت کودک داره شکل میگیره. و اگر تو این 30% اول ما آسیب بزنیم، کار را خراب کردیم. و بعد میشه 7-8 سال اول که میشه 70-80% شخصیت کودک. و بعد میشه به نظر من 12 سال و تا 18 سال. اما معنیش این نیست که حال که بالغ شدم چون دیگه آسیب خوردم دیگه قابل تغییر نیست. نه، انسان تا آخر عمرش میتونه آسیب‌های کودکیش رو ترمیم بده و یک دوباره سازی شخصیتی بکنه. اینو یادتون باشه. خب پس زمانی که مادر یه دفعه جیغ بکشه یا پدر جیغ داد بکشه و بچه‌شو اینجوری بکشه، کودک یه دفعه تنها چیزی رو که اون لحظه اکتساب کرده ترس و وحشت مادر در درجه اول یا پدر، و بعد ترس و وحشت از اون حیوانی که دیده یا سگ یا گربه. این میشه اون وقت نهادینه شدن و واسه کودک ساب میکنه و بعد دیگه میترسه. و یا اگر کودکی داره میره که دست بزنه به یه حیوانی که خیلی هم حیوان آرومه، مادر یا اون عزیزی که در کنارش هست یه دفعه جیغ بکشه و کودک رو دست کودک، ترناکه، ترسناکه، کثیفه، چون همه اینا رو هم داره میشنوه. وای نجس شدی، وای کثیف شدی، وای میکروب گرفتی، وای الان مریض میشی. و بعد برای اینکه کودک رو بیشتر بترسونن، متاسفانه خیلی بیشتر حرف میزنن در موردش که اگه به کودک دست بزنی کثیف میشی، مریض میشی، میبرمت بیمارستان، وای آدم میمیره. یعنی کودک رو دارن از بیماری، یعنی فوبیای بیماری و فوبیای مرگ هم دارن تحویل کودک میدن. اینا نهایت بی‌انصافیه به کودک و حقوق کودک. یک کودک میخواد حق مسلمشه که با پدر مادر دانا و عاقل و بالغ و با شعور و فرهیخته و شاد بزرگ بشه، اما متاسفانه این ازش گرفته میشه. تو پرانتز بگم هیچ سنی برای دوباره سازی شخصیتی نیست. اینو من با تجربه خودم، یعنی تجربه سمینارهای هفتگیم و 22 سال کار حرفه‌ایم دارم میگم، با انواع زبانهای مختلف و فرهنگهای مختلف کار کردم دارم میگم، هیچ سنی برای دوباره سازی شخصیتی نیست. اینو تو پرانتز فقط بگم. انسان در هر سنی و به وضوح ما در سمینارها و در تراپی من و خودشون دیدن اینو، ولی فقط و فقط شرطش اینه که خود طرف بخواد، متوجه بشه آسیب ها از کجاست، بپذیره و حال برای ترمیمش و دوباره سازی شخصیتیش تلاش کنه. فقط و فقط به این شرط. در غیر این صورت میتونه همونطور که همیشه شنیدیم، ای بابا حالا دیگه ما مگه میتونیم عوض بشیم، حالا دیگه تموم شد کار ما. نه، اصلا کار تموم نشده، کار تازه میتونه شروع بشه. پس احترام گذاشتن به کودک، ترس و وحشت تحویل کودک دادن و یا برعکس. دیروز من داشتم توی پارک راه می‌رفتم با 2 سگام و یه بچه‌ای که قبلا هم دیده بودم، حدود 1 سال و 2 سه ماش بیشتر نیست، انقدر این بچه، پدر مادرم، مادر فارسی یا خاور دور شکلش بود، مثل فیلیپینی یا چاینیز، و پدر انگلیسی. و این بچه دوباره که ما رو دید خیلی راحت دوید، قشنگم معلومه تاتی تاتی میکنه، درست را میره ولی نمیخوره زمین. اومد طرف سگای من، شروع کرد ناز کردنشون و پدر مادر دور بودن، اصلا نپریدن بترسن که وای بچه‌مون نکنه الان سگ گاز بگیره. و من لذت بردم، کیف کردم از اینی که این بچه چقدر شجاعه. و من گفتم آفرین، چقدر شجاع بچه‌تون. گفتن که آره بچه ما خیلی شجاعه. گفتم نه، آفرین به شما پدر مادر که اجازه دادید فرزندتون نترسه. چون اصولا در دنیای غرب میدونین که سگ‌ها
اهلی هستند، سگها به عادت دارن به انسانها، مخصوصا به کودکان اکثرنشون. و در دنیای غرب اگر احیانا بعضی وقتا میشنویم که سگ حمله کرده، در دنیای غرب اگر سگی حمله کنه به کودکی و یا انسانی آسیب برسونه، صاحب اون سگ زندانی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل حیوان و روانشناسی انسان دقیقا تربیت اون صاحب سگ بوده که این سگ بینوا یه همچین حرکتی رو از خودش نشون داد. یعنی صاحب سگ مسئول تربیت سگش هست، به همون اندازه که پدر مادر مسئول تربیت فرزند خودشون هستن. چون سگ یکی از بهترین رفیقهای تاریخی انسانهای اولیه است و سگ همیشه یکی از اهلی ترینه و هر نوعی که سگ رو تربیت بکنی و همون نوع هم تحویل جامعه میدی مثل انسان. پس به فرزندمون عشق و مهرورزی رو یاد بدیم، به فرزندمون وحشت و فوبیا رو نیاموزیم و لوس بار نیاریم فرزندمون رو. حواسمون باشه نه لوسش بکنیم و نه بی ادبش بکنیم و نه بیش از حد ترسوش بکنیم و نه مهرطلبش بکنیم. حالا اینجوری بگم، نه مهرطلبش بکنیم، نه فرزندمون رو لوس بکنیم و نه فرزندمون رو ترسو، نه فرزندمون رو مهرطلب و یا برتری طلب و یا مهرطلب کنیم. این فاجعه است که کودک میآموزه. ما سه تا از تضادهای درونی که خیلی بزرگ شکل میگیره متاسفانه در فرهنگ ما و شکل گرفته در فرهنگ ما، تضاد مهرطلبی، برتری طلبی و انزوا طلبی. کودک از همون کودکی این سه تا تضاد رو میآموزه. این سه تا تضاد هم درونش شکل میگیره، اما یکیش خیلی بزرگتر خودش رو از همون کودکی نشون میده. دقت کردیم مثلا توی خانواده ای که چند فرزندی هستن، یکیشون چقدر مهربونه، چقدر همه میگن چقدر دختر یا پسر خوبیه، چقدر حرف شنوه، همه رو میخواد پلیز کنه، میخواد برای همه فداکاری ایثارگری بکنه. یکیشون سرکش شدیدن و حرف هیچ کس گوش نمیکنه. یکیشون سعی میکنه با تلاش میکنه با خندوندن خانواده صلح بیاره توی خانواده. خلاصه هر کدوم از این کاراکترها از همین سه تا تضاد میاد، در صورتی که هیچ کدومش سالم نیست، ولی ما اون مهرطلبه رو سالم میبینیم، اون شروره رو غیر سالم میبینیم. و یه دیدین خیلی وقتا بعضی از کودک ها خیلی غمگین و آروم و ساکتن و گوشگیرن که باز برای اون خیلی دست میزنه فرهنگ ما که بچه تربیتی. یا دیدیم که مثلا میخواین برن مهمونی، هنوزم این اتفاقا داره میفته، این فاجعه است. مادر یا پدر به بچهشون میگن که اگه رفتیم نگی شام نخوردیم، ما بگین شام خوردیم. یا اگر تعارفتون کردن شیرینی یا هر چیزی، بگین خیلی ممنون، مگه ما نخوردیم؟ ای وقت نگیری، قبول نکنیم، بگین که نه مرسی، متشکرم. و به بچه هم میگن تکون از بغل من نمیخوری، صاف میشینی پلو من، تکون نمیخوری، شیطونی نمیکنی. از حالا دارم بهت میگم، یعنی از همون اول حقوق کودکی که داره با ذوق میره مهمونی، حالا قبل از اینم که بره مهمونی دوباره سر لباس پوشیدنش پدر یا مادر مخصوصا چقدر اذیت و آزار رسونده که باید اینو بپوشی، تو میخواد بعد میترسوننش. ها، میخوای مسخرت کنن، یعنی اعتماد به نفس بچه رو میگیرن و به بچه میگن که همه رو تو قضاوت میکنن. میشه ترس از قضاوت، نهادینه شدن ترس از قضاوت درون وجود کودک که ما بسیار فراوان ما اینو داریم تو جامعهمون میبینیم. اکثر مردم ایران ترس از قضاوت دارند و یا چند چهره بودن. و وقتی هم که وارد مهمونی میشن، بچه های دیگه دارن جیغ میکشن و میدونن و بازی میکنن، بچه معصوم بدبخت پلو مادر نشسته، اون چهار تا نادان هم برمیگردن میگن که به 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 خانم فلانی ببین چه بچه ای تربیت کرده، به به نگاه کن اونا از دیوار راستم بالا میرن سرمون رفت، ولی دختر شما یا پسر شما به به به. در صورت که این دقیقا اه اه و نه به به. و
برای اینکه این بچه معصوم و کودکیشو داری ازش میگیری. ای مادر، 4 تا نادون دارن واسه تو دست میزنن، واسه مادری که فقط داره حکومت نظامی رو باز کرده درون خانه خودش و یا پدر، و این خانه ای که باید خانه امن کودک باشه شده خانه ناامن کودک، و بعدش هم که کودک اگر حق کوچه رفتن نداره، حق بازی کردن نداره، آخه این کودک کجا بتونه کودکی خودش رو سالم رد بکنه و بره به دوره نوجوانیش برسه؟ اینا فاجعه های جدی فرهنگی ماست که ما وقتی از حقوق کودک و کودک آزاری صحبت میکنیم اصلا حواسمون به این ریزکاری های تربیتیمون نیست، فورا حواسمون میره به کودک آزاری های بزرگ مثل جسمی و روحی روانی و جنسی. این تربیت، این روش تربیتی خیلی خطرناکه، برای اینکه شخصیت کودک داره شکل میگیره اونجا و این کودک فردا یا خودش کودک آزار میشه یا خودش مرتلب میشه یا خودش بدبخت و بیچاره ممکنه که انزوا طلب بشه و یا یه دیکتاتور بشه. ببینید من بالای 4000 تا برنامه توی یوتیوبم دارم، رادیو، تلویزیون، سمینارها، همرم هیچ وقت هم اهل فروش سی دی و این بازی ها هیچ وقت نبودم، البته با حرمت به کسانی که این کارو میکنن. پوینت من اینه که خیلی 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 مهمه ما باید خیلی دقیق به مسائل نگاه کنیم، ریشه‌ای به مسائل نگاه بکنیم. این ریشه‌ای به مسائل نگاه کردنه که کارو آسان‌تر میکنه. ما خودمون یه دیکتاتور کوچولو درون خودمون هستیم. دیکتاتور کوچولو ساخته شده درون وجود ما، و اگر تربیتمونم با یک نظام خانه سربازخونه بوده، خب طبیعتا دیگه یا یه بچه میشه بچه مظلوم بدبخت سرخورده یه زن ذلیل و یا مرد ذلیل و یا مردم ذلیل، و یا میشه یک دیکتاتور ستیز، زن ستیز، مرد ستیز، مردم ستیز. اینجاست که حالا تو هر جامعه ای، تو هر موقعیتی که این فرد بزرگ شده شکل بگیره، هیچ کدومش سالم نیست. نه پدر و مادر سالمی میتونه باشه، نه معلم سالمی میتونه باشه، نه کارمند سالمی، و نه حالا از نظر دینی هم اگر نگاه بکنیم فرد دینی سالمی میتونه باشه، و نه سیاست مدار سالمی میتونه باشه، که میبینیم چه فاجعه ای در درون کشور ما از خرد و کلان گرفته، از پایین، درجه پایین تا درجه بالا، که سیاست 41 ساله ما، دیکتاتوری دینی 41 ساله ما، ببینیم چه بلایی سر این گربه ما آورد، چجور اسارت این خاک و وطن و مردم ما. پس این دیکتاتور کوچولوی درون خودمون رو که دقیقاً کودک آزاریه و ما این کودک رو داریم دیکتاتور تحویل میدیم، یعنی حتی اون مهرطلبی که در ظاهر آرامه و همه رو میخواد راضی نگه داره و به همه باج میده، دقیقاً دیکتاتور کوچولو و برتری طلبش پنهانه. فکر نکنیم که اونو نداره، داره، اما یک دفعه انفجاری میاد بیرون. اون وقتی که هیچ کس ازش توقع نداشته چی شد، خودش هم از خودش میترسه، و بعد خطر انزوا که افسردگی بسیار شدید، اعتیادهای بسیار شدید و فراتر خودآزاری و یا خودکشی. اینا فاجعه های یک شخصیته که کودک آزاری رو ما از همین خانه ما داریم میبینیم با روش غلط فرهنگی، سنتی، عقیدتی خودمون. و این کودک بینوا وقتی که وارد مدرسه هم میشه باید آسیب بخوره، وقتی وارد جامعه میشه آسیب میخوره، سیاست هم که شب و روز داره بهش آسیب میزنه. یک فرهنگ و یک جامعه ایران، اگر شماها رفت آمد در از من میدونین، عیناً میبینید، ولی من هر روز با ریسرچ دارم حرف میزنم، ناامید بیمار داریم که هر کس بر دیگری داره ظلم میکنه. من سخنم رو کوتاه میکنم، میدونم خیلی زیاد صحبت کردم، میریم سراغ سوال ها. سوال اولتون رو که اول از الان سوال کردین از من، اول اونو خیلی کوتاه جواب بدم. ببینید خط و مرز که کودک رو لوس بکنیم، کودک رو چجوری تنبیه بکنیم،
حتما حتما هرگز نباید کودک رو که یک اولا که متاسفانه بعضی ها کودک خود یعنی حتی من قلبم به درد میاد هر بار که یادم میفته یه عزیزی رو خواهر آورد پیش من، شیزوفرنیک بود، 36 سالش بود و شیزوفرنیا گرفته بود دیگه، حال روز خرابی داشت و بعد که من جستجو کردم و ریشه یابی کردم دیدم که این بچه وقتی 6 ماهش بوده پدر دیکتاتور بیمار واقعا و بی وجدان این بچه 6 ماه رو با شلنگ می زده که چرا جیش کرده که یاد بگیره دیگه جیش نکنه و همینطور این کودک رو تا 18 سالگی همینطور تحقیر و مادرم هیچ وقت نیومد از فرزندش دفاع کنه. من یک بار تو تلویزیون مراتب یادم اینو گفتم، گفتم ای مادر و ای پدر و ای بزرگتر و ای هر کس، اگر میبینی که کودکت رو همسرت داره میزنه و ایستادی و داری گاه میکنی، شرم بر تو، هرگز اجازه نده فرزندت کت بخوره، هرگز اجازه نده که فرزندت مورد اجحافات نابرابر و وحشیانه قرار بگیره. باید مثل شیر به ایستی جلو همسرت، مثل شیر به ایستی فردی که داره با فرزند خودش این چنین رفتار میکنه. چون ما به در بسیاری از خانه ها دیدیم که پدر حق مسلمشه که بچه رو بزنه و مادر نادانم برمیگرده اگر پسر یا بد دختر شیطونی کرده یا کار اشتباهی کرده. کودک باید اشتباه بکنه تا بیاموزه، ولی متاسفانه در فرهنگ ما کودک رو مثل یک بالغ میبینن و از کودک توقع یک بالغ رو دارن که اشتباه نکنه و اینجاست که کودک بینوا باید کتک بخوره و یا فوش و ناسزا بشنوه و تهدید بذار بابات بیاد و حرفای خیلی بدتر. من نگرانم شاید وقتی کودک این برنامه ما رو بشنوه یه مقدار بسته تر صحبت میکنم، بذار بابات بیاد همچون بلایی رو سرت میاره، خودتون متوجه میشین چه بلاهایی. و اینجاست که کودک، ببینید کودک تصویر پردازی میکنه، اون لحظه که کودک رو داری تهدیدش میکنی و پدر رو دیو کردی و پدر رو تشویقش میکنی به آزار رسوندن به جگرگوشه خودتون، ای مادر نادان، بزرگترین خائنی به فرزندت. حیف اسم مادر و یا اسم پدر که بر روی توست. باید خیلی مراقب باشیم. این فرزند تو فردا آسیب خورده است از دست من و تو، من و توی پدر و یا مادر. و کودک وقتی که این آسیبا رو حالا برگردیم سوال سوالتون. پس باید خیلی مراقب باشیم که سن کودک چقدره. سن به نسبت کودک 1 ساله را که تنبیه نداره، کودک 2 ساله که تنبیه نداره، اصلا کودک تنبیه نداره. اما یه جاهایی که فرض اینجوری بذار با مثال بگم راحت تر، فرض کنیم که یه کودک 3 ساله، یه کودک 3 ساله کودک دیگر رو میزنه، اینجاست که باید خیلی خیلی جدی اجازه ندیم کودک دیگه و یا خواهر یا برادرش رو بزنه. ما فاجعه داریم تو فرهنگمون که کودک پسر، مخصوصا پسر 3 سال به بالا، به راحتی موهای مادر رو میکشه، داد میکشه، فوش میده به مادر و مادرم فقط نقش یه کودک مظلوم رو بازی میکنه، او مامان رو زدی، مامان میزنه زیر گریه و بعد کودک بینوا احساس گناه میکنه، نگران میشه که مامانش رو اذیت کرده، بعد دست مامانش رو از رو چشمش میکشه که گریه نکن گریه نکن، بعد کودک میزنه زیر گریه، بعد مادر خوشش میاد بغل میکنه که آخه بچه‌م چقدر دوستم داشت. اینا فاجعه های فرهنگی ماست که کودک رو هم با گیلت و احساس گناه داریم بزرگ میکنیم و هم دیکتاتورش داریم میکنیم، یعنی عشق و نفرت رو داریم بهش میاموزیم و نه عشق و مهرورزی رو. و یا تشویق میکنیم وقتی که کودکی پسری مادرش و خواهرش رو میزنه، باریکلا آفرین، چقدر برادر خواهر رو کشت، ناموسی، این ناموس و غیرت بیچاره کرد ما رو.
و اینا حالا برگردیم، پس باید حواسمون باشه که اگر کودک دیگر رو داره آزار میده، طبیعتاً باید جلوی کودکمون بایستیم، وای نستیم تهدیدش کنیم با انگشت اشاره، میشینیم به صورت بچه، دست بچه رو میگیریم نگه میداریم، نه قوی که جای دستمون رو دست بچه بمونه. بچه متوجه میشه، بدون این که بچه ها بسیار اسمارت و باهوشن، قشنگ متوجه میشن بچه رو با خشونت نباید، خشونتش رو با خشونت نشون داد، چون خشونت رو بعد تحویل خودت میده. فقط باید دست بچه رو بگیری بگی این کارت بسیار بد بود، مامان از دستت یا بابا ناراحت شد از دستت، همین الان از کودک یا خواهر یا برادر خودت یا مامان خودت یا بابای خودت تو باید عذرخواهی کنی. و دقیقاً خودمونم هر وقت اشتباه میکنیم در درجه اول بعد از بچه‌مون پوزش بخوایم که بچه‌مون بیاموزه، اما در فرهنگ ما میگه بچه پررو میشه، بچه رو تشویق کنیم پررو میشه، بچه رو اگر که ناز و نوازشش کنیم پررو میشه، بچه رو اگر که عذرخواهی بکنیم نه بابا اصلا نمیشه، مگه آدم از بچه خودش هم عذرخواهی میکنه؟ ما تو فرهنگمون اصلا اینو نداریم، این یه فاجعه، یه فقر فرهنگی ماست. بچه اگر پوزش ازش نخواد که ازت یاد نمیگیره تا حالا از کار اشتباه کرده از خودت پوزش نخواد. اینا معضلات جدی فرهنگی و فقر فرهنگی ماست که هنوز تو جامعه ما، چه ایرانی های درون ایران و چه ایرانی های خارج از ایران، هنوز با خودشون هم کردن و این بار غمبار رو و بار این فقر فرهنگی رو با خودشون همراه آموختن از دنیای حقوق کودک در خانه. باور کنید اکثر مردمی که ایرانی هایی که یا میدلیستی خاورمیانه هایی که از ایران اومدن در کشورهای دموکراتیک دارن زندگی میکنن، هنوز همون روش خودشون رو اکثرا دارن نشون میدن، مگر اینکه مدرسه یه وقت ترسیده باشن از مدرسه یا از سوشیال سرویس یا از مددکار اجتماعی یا از پلیس و قانون. فاجعه است واقعا برای ما. پس باید حواسمون باشه. اگه بچه یه صندلی کوچولو میذاریم تو همون اتاقی که خودمون هستیم، میذاریم کار اشتباهی که کرده، لجبازی کرده، بچه تق میزنه و یه دفعه ممکنه بشقابو پرت کنه، غذایی که نمیخواد به زور داری بهش میدی. ببین بچه الکی این رفتارا رو انجام نمیده. متاسفانه صحبت‌های من خیلی طولانی میشه، من نمیخوام طولانی، ولی اینقدر موضوع مهمه که از پوزش میخوام ازتون. ببین بچه الکی لجبازی نمیکنه، بچه لجبازی رو میآموزه. وقتی میبینه مامان به بابا داره لجبازی میکنه، بابا به مامان داره لجبازی میکنه، یا یه کاری بدی کردم همه زدن زیر خنده خندیدن، خب بچه تشویق میشه، فکر میکنه کار خوبی داره میکنه. بچه باید راحت غذا بخوره، با دستش غذا بخوره، غذا رو بریزه. ای مادر وسواسی، اگه خیلی وسواس داری یه سفره پهن کن، بذار بچه‌ت رو میزت یا روی صندلی یا رو سفره بشینه، با دستش غذا رو به سر و صورتش بماله، هیچی نمیشه، بچه فقط داره درست بزرگ میشه. ولی چقدر در فرهنگ ما به زور غذا رو میذاری تو دهن بچه، فکر میکنی اگه بچه غذا نخوره الان میمیره، در صورتی که با بردن قاشق بل صورت بچه رو اینجوری صف گرفتن تو داری بچه رو میکشی، روح و روان بچه تو میکشی. اینا معضلات فرهنگی مونه. و اگر احیانا بچه رفتار غلطی کرد، من اول باید ببینم این رفتار بچه ما از کی یاد گرفته، از خودم، از پدرم، از پدر بچه، از کسی که تو اون خونه داره زندگی میکنه. و بعد دعواش وحشتناک نکنم، بلکه و فرض کنیم یه دفعه تق میزنه، بشقاب رو پرت میکنه و غذا میریزه رو زمین. خب برای مادر ایرانی شما میدونی فاجعه است. جیغش اول میره هوا، دوم که خونه رو کثیف کردی و ملک کثیف شد، بعد کتک، تهدید، دعوا، و بعد ممکنه که وقت بچه 3-4 سال 5 سال رو پرت کنن توی اتاق دروش ببرن. بچه ها میترسن، بچه ها شدیدن متاسفانه میدازن توی زیرزمین بعضی وقتا، یا اگر یه جای تاریک تو خونه دارن میدازن بچه رو تو اون جای تاریک. این کارا وحشتناک شخصیت کودک رو بیمار میکنه. تمنای من اینه که اگر احیانا میشناسین کسی رو، از طرف من ازش تمنا و خواهش کنین که این کارا رو نکنن. برای اینکه مراجعینی سنای مختلف دارم که همشون از یه همچین رفتارهایی آسیب خوردن. پس صندلی رو میذاریم، بهش میگیم این کار تو خیلی بد بود، برای 5 دقیقه با بچه حرف نزن. بس بگی به سن بچه هم داره ها، سنش هرچی کمتر باشه دقایق باید کمتر باشه.
بعد حرف قهر نمی کنی، حرف میزنی ولی یه خونده سرسنگین با بچت حرف میزنی. یعنی بچه دقیقا متوجه میشه که او مامانم، ببین هیچ بچه دوست نداره مامان باباش ناراحت کنه، بیشتر دوست داره مامان باباش خوشحال کنه. و بچه فورا متوجه میشه که مامان با کار من از من ناراحت شد. اول میاد لجبازی میکنه، همون کار رو انجام میده. مثلا فرض کنیم که بچه میاد مامان میزنه، بعد مامان میشینه میگه این کارت خیلی اشتباه بود و من اصلا این کارتو دوست ندارم، برو اون گوشه بشین. بچه نمیره، ار پاشو زمین میزنه، دوباره مامانو میزنه. مامان دستاشو میگیره محکمتر، ولی نه درد نگیره بچه دستش، بهش میگه این کارت خیلی اشتباه بود و میبره میشونتش روی اون سن. بشینه ممکنه نشینه، اگر نشست دنبال مادر اومد، مادر دیگه هیچی به بچهش نمیگه، هیچی، فقط ایگنورش میکنه. بچه یکی دو بار که تلاش میکنه میبینه مادر هیچ عکس العملی نشون نمیده، نه دعوام میکنه و نه منو میبره میذاره رو اون، بلکه فقط سکوت کرده و هیچ عکس العملی از من از خودش نشون نمیده، حالا این پدر باشه مادر باشه فرق نمیکنه، نشون نمیده. بچه زرنگه، اسمارته، میخواد یه جوری جلب توجه بکنه، منتها وقتی میبینه که ناراحتن، بعد تو صحبتش مادر میگه من از دست تو اصلا از این کارت خوشم نمیاد، از دستتم ناراحتم، بعد سکوت میکنه دیگه هیچی نمیگه. بعد که یه خورده که میگذره بچه متوجه میشه کاری که بچه میکنه دقیقا، باور کنید اگه یه ذره فکر کنه یادتون میفته بچه های خودتون یا بچه های دیگر، فورا میاد مامانشو بغل میکنه یا باباشو بغل میکنه. وقتی که اومد بغل کرد، اینجا حالا وقتشه که تو هم بغلش کنی، بهش بگی که مامان جان یا بابا جون کارت خیلی بد بود، اما آفرین که اومدی عذرخواهی کردی. حالا این کلمه‌شون بگو به بابا یا بگو به مامان، هم ساری اگه انگلیسی حالا هر زبانی، ببخشین. بچه هم میگه ببخشین، بعد حالا تشویقش میکنی که گفت ببخشید. وقتی که تشویقش کردی، بچه متوجه میشه که عذرخواهی رو باید بیاموزه، بچه متوجه میشه کار زشت بکنه مامان بابا دوستش ندارن، پس کار خوب باید بکنه، کار زشت نباید بکنه. اینا خیلی کوتاه حالا من گفتم، حالا هرچی هم که سن میره بالاتر، باید روش تنبیه بچه و یا تشویق بچه متفاوت باشه.